پارس گروپ شما را به دیدن این برنامه دعوت می کند. سلام و درود به همه دوستان نازنین و گلم مخاطبین سایت تی وی پلاس. امروز توی ماه مبارک رمضان تصمیم گرفتم براتون یه رسیپی ماه رمضانی درست کنم. از من تقاضای ترلوا کرده بودید و حلوا. من ترلوا رو ترجیح میدم. فقط یه توضیح کوتاه واسهتون بدم. ترلوا مدل‌های مختلف داره. یه مدل ساده است که شبیه حلوای خودمون آماده میشه. یه ترلوای شیرازی داریم که توش شیر استفاده میشه و یه ترلوای همدانی که توش هویج داره. من این مدل ساده رو میدم. دستمون با هم دیگه راه میفته. ان شاءالله توی برنامه‌های بعدی با هم دیگه اون سخت‌تر پیچیده‌تره رو میریم. مواد لازم رو براتون توضیح بدم. آرد برنج 2 پیمونه، روغن 1 پیمونه، شکر 2 پیمونه، گلاب 0.5 پیمونه، زعفران اون مقداری که دوست دارید، خسیسی نکنید، کم نریزید. خلال پسته یا پودر پسته هم به مقدار لازم برای تزیین استفاده میکنیم. غیر از این 2 پیمونه آب هم داریم برای درست کردن شربت. عرضم به حضورتون که آرد برنج و روغن برای خود ترلواس و بقیه مواد غیر از پسته برای درست کردن شربته. تو اولین قدم میریم با هم دیگه شربت رو درست کنیم. تو اولین قدم 2 پیمونه آب رو میریزیم توی قابلمه و به جوش میاریم. بعد از اینکه آب به جوش اومد شکر رو به آب اضافه میکنیم. شکر رو هم میزنیم تا توی آب جوش حل بشه. بعد از اینکه شکر حل شد توی آب جوش وقت اضافه کردن چیه؟ گلاب. حالا وقت اضافه کردن زعفرونه. زعفرون هم مقدارش به دلخواه. میتونید زعفرون رو به آرد هم اضافه کنید ولی خب توی شربت رنگ بهتری میگیره و عطرش هم چون داغه بیشتر آزاد میشه. خب یه دونه تابه میذاریم روی شعله زیاد. 1 پیمون روغنمون رو میریزیم. روغن که داغ شد آرد اضافه میکنیم و هم میزنیم تا رنگ آردمون عوض بشه. اولا اینکه من آردو قبلا الگ کردم، شما هم حتما این کارو بکنید. دومی که شما میتونید قبل اینکه روغن رو بریزید آردو تو تابه خشک بریزید، یه خورده تفت بدید، رنگش عوض بشه. این روشی که من استفاده میکنم هم میتونید استفاده کنید، خیلی تفاوت نمیکنه. به هر حال آردو سرخ میکنید و رنگش عوض میشه. این دومی فکر میکنم ساده تره. دوستان راجب ترلوا توصیه شده که قاشق چوبی استفاده کنید، چون میگن اگر قاشق فلزی استفاده بکنید رنگ ترلواتون تیره میشه. قاشق چوبی که تو همه خونه ها پیدا میشه، برای همین این کارو حتما با قاشق چوبی انجام بدید. بعد از اینکه مایع داخل تاب شروع به جوشیدن کرد شعله رو کم بکنید و هم زدن رو همینجور مدام ادامه بدید که گوله نشه و فقط یواش یواش رنگش عوض شه. یه مایع یه دست نتیجتاً باید واسه ما به دست بیاد. همینطور که میبینید رنگ آردمون عوض شده، یه خورده مایل به کرم قهوه‌ای شده. الان وقتشه که خیلی با احتیاط شربتمون رو بهش اضافه بکنیم. همچنان باید هم بزنیم تا به غلظت حلوا برسیم، بوی خامی بره، به اون بافتی که خودتونم میدونید توی حلوا دیدید باید به اون بافت برسیم. بعد اضافه کردن شربت حلواتون رو باید مدام هم بزنید تا اینکه گوله نشه. اگه لیسک دارید از لیسک هم واسه مخلوط کردن شربت و مایه آرد و روغن میتونید استفاده کنید، خیلی هم عالیه. یه نکته دیگه هم میخواستم بگم، موقع اضافه کردن شربت یکی علامتاش اینه که مایه آرد و روغن دیگه دور ظرف نمیچسبه، روش هم شروع میکنه ریز کف کردن. ترلوامون به همین سرعت و سادگی آماده شد. حالا واسه تزیین کردنش میتونید این حلوا توی بشقاب بریزید، میتونید مثل من از این ظرفای دسری بگیرید، توی ظرف دسری بریزید و روش حالا با هر مغزی که خواستید تزیین بکنید. میتونید هم با قیف و ماسوره توی کپسول، این کاغذایی که مال کیک ازدی اینا از کوچولوش، میتونید توی اونا بریزید. میتونید لایه نون حصیری بستنی بذارید. روش‌های مختلفی داره، نون میکادو هم هست. هر مدلی که خواستید میتونید تزیین کنید. اینم از ترلوای ما. دو
دوستای تیوی پلاسی، امیدوارم از این رسیپی ماه رمضونی خوشتون اومده باشه. یه نکته هم بهتون بگم، الان که حدود ظهر و ما روزه هستیم، کاری که انجام میدیم این که این حلوه ها رو داخل ظرف میریزیم، موقع افطار اینا رو پخش میکنیم و خیرات اموات شما و خود ما رو دعا کنید. خداحافظ.